که دلها رو در مقام تعلق ایمانی داشتن محکمتر کردن، استوارتر کردن کاری نیست که خدا پسند نباشد. کاری 100% خدا پسند و پیامبر پسند و از همین اکنون میتوان گمان زد که چه آینده‌ای رو خواهد داشت. روشنفکران دینی البته به دلیل نقدی که از روحانیت میکنن، نقدی که از قدرت میکنن، ناچار پاشون به سیاست هم کشیده میشن. ولی به گمان من این نکته ایست که همه اونها متوجه هم، من هم فقط عرض میکنم، حل مشکلات سیاسی حل مشکلات جامعه دینی نیست. ما و معلوم نیست اصلا حل مشکلات سیاسی بهترین راه فلاح جامعه دینی هم باشد. این نکته قابل بحث است البته. این که ما از کدام نقطه باید شروع کنیم، دست روی کدام مشکل بگذاریم، اون ام الرذائل رو کجا ببینیم و کجا بدانیم و بزرگترین مشکل و بیماری رو در کجای این پیکر شناسایی بکنیم تا به علاج رو بکشیم، نکته ایست که البته قابل تأمل است. اما به گمان من حتی اگر سیاست هم در اینجا سهمی داشته باشد، فقط سهمی دارد، نه اینکه همه چیز باشد. و ما گمان کنیم اگر روشنفکران دینی به فرض حکومت رو و قدرت رو به دست بگیرن، جامعه سعادتمند خواهد شد. به گمان من این تجربه است که انقلاب اسلامی به همه ما آموخت که اگر روحانیت قدرت رو به دست بگیرد، جامعه بهش نخواهد شد. لذا این کافی نیست که ما گمان بکنیم که با به دست گرفتن قدرت همه مشکلات حل خواهد شد و ابواب سعادت به روی این مردم گشوده خواهد شد. ما باید قبول کنیم و باور کنیم که ما خیلی مسائلمون ریشه دارتر از این حرف هاست. خیلی ریشه دارتر از این حرف هاست و یک کوشش همه جانبه لازم است. در این زمینه البته سهم بزرگی هم از آن روشنفکرانی نیست. بگذارید من بقیه وقت رو به پاره توضیحات و پیشنهادات یا پاره از نقدها نسبت به روشنفکری دینی صرف کنم و سخنم رو به پایان ببرم و البته بعداً ملاحظات دوستان گرامی رو خواهم داشت. اولین نکته این که روشنفکری دینی البته هنوز بدل به یک سنت نشده است، اما این رو باید بدل به یک سنت کرد. این نهضت، این جنبش باید شاعران خود رو داشته باشه، باید نویسندگان خود رو داشته باشه، باید هنرمندان و فیلمسازان خودش رو داشته باشه. این اندیشه کمی نیست، جهد کوچکی صورت نگرفته است، حق دارد، سزاوار است، شایسته است که شعر به پای او ریخته شود. شما نگاه کنید یه شاعری که مواجب از رادیو تلویزیون و صدا و سیما میگیره چقدر قصیده گفته است و شک ندارم که بابت اونها پاداش بسیار گرفته در رد قبض و بست. این قبض و بست نیست، نگنبان مشرک است. ما که تقلید اونها نمی کنیم، ولی روشنفکری دینی حق دارد، شایستگی دارد که شاعران خود رو داشته باشد، که هنرمندان خود رو داشته باشد، که نویسندگان خود رو باید سنت بشود، باید به میان جامعه برود. این اندیشه ها فقط برای بحث های سیاسی که نیست، باید اذهان رو بگیره، باید توی دلها برود، باید رفته رفته بدل به یک ادبیات وسیع بشود، یک گفتمان فراگیر از او باید تشکیل بشود. همه کسانی که نیروی هنری دارند، نیروی فکری دارند، نیروی نویسندگی دارند، شعری دارند، خورده خورده اینها رو باید مثل نگین بر این خاتم فکرشون و شعرشون بنشانه. همیشه ادبیات اینطور بوده، این مال امروز نیست. شما حافظ رو که بخونید، مولوی رو که بخونید، علم زمانه توی این کلام این بزرگواران موج میزنه. فلسفه زمانه هم از اینکه پذیرفته باشن یا نباشن موج میزنه. وقتی که حافظ میگوید که مدت‌ها گذشت و جنبش تابش خورشید و سعی باد و باران، لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ علم زمانه خودش رو بیان میکنه دیگه. علم زمانه این بود که تابش خورشید باعث میشه که این احجار کریمه در دل زمین پرورده بشه، لعل به وجود بیاد، فیروزه به وجود بیاد، عقیق به وجود بیاد. این علم ریزش میکرد در هنر اینها. اگر فقیه بودن، اگر دانشمند علوم طبیعی بودن، اگر متکلم بودن، هرچه بودن، یک چنین چیزی در ادبیات جدید البته جاش خالی است. یعنی شاعران ما رو میبینید همینی که علیه قبض و بستن، یک کلمه نه علم جدید میدانن نه توی شعرشون هست. یعنی شعرشون معاصر نیست واقعا.
معاصر نیست حقیقتا. شعر معاصر باید سرود و باید جریانهای معاصر رو شناسایی کرد. فیلم همینطوره، نویسندگی همینطوره. فقط توی بحث‌های کلامی نباید منحصر بمانه، توی بحث‌های سیاسی نباید منحصر بمانه، جایگاه و پایگاه بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تری باید پیدا بکنه و این چیزیست که به تدریج باید بیاد. من نمیگم الان این اندیشه ها وارد کتاب‌های درسی مدارس بشه، برای اینکه نمی‌شود، آرزوی خامیست و فعلا ناشدنیست، برای اینکه آموزش رسمیست و به شدت این افکار رو طرد میکنند. اما تا اونجا که فضا باز است، تا اونجا که جاده باز است، باید این رو انجام داد. به گمان من این چیزیست که قفلت از او برای ما جایز نیست. دوم، اونچنان که در سخنانم نقل کردم، الان هم تکرار و تأکید میکنم، در روشنفکر دین تا کنون جنبه های سلبی و نقدی جنبه های غالب بوده است. این البته نیکوست و غیر از این ما نمیتوانستیم بکنیم. اونقدر راه بسته بود، به تعبیر من شنا کردن در استخر شیره، اونقدر فضا چسبنده بود که اندکی راه رو باز کردن حاجت به مته‌های قوی الکتریکی داشت. حالا اگر اندکی راه باز شده، اندکی مجال برای شنا فراهم شده، باید راه، باید جنبه های ایجابی و اثباتی رو هم بر جوانب نقدی و سلبی باید افزود. ما نمیتونیم تا قیامت بنشینیم و بگیم که به تئوری ولایت فقیه نقد داریم، که داریم. نمیتوانیم بنشینیم و غرب رو فی المثل نقد بکنیم، یا چیزهایی یا تاریخ گذشته رو. خب اینها حق است، ولی اینا چیزی نیست که از او ما دستاورد داشته باشیم. نهایتش میشود مثل تئوری قرض‌زدگی در کشورمون.